توی جلسه قبلمون با دکتر حبان صحبت میکردیم راجع به استرس و شما گفتین که استرس چیز تو مغز، استرسی که ما تو مغزمون داریم مکالمات ذهنی. داشتم این حرف رو سعی میکردم بزنم. و یا نشخوارهای ذهنی. بله. نشخوارم مثل این که تعریف کردم برای چی میشه. خب گفتیم. عزیزان که همه میدونن خب. نشخوارهای ذهنی اینه که من واقعا اسمش رو گذاشتم نشخوار ذهنی برای این که یه فکری رو انقدر هی در مغز خودمون تکرار میکنیم که یک حالت چیز میشه، ابسس میشیم باهاش و حالت وسواسگونه پیدا میکنه و همین میتونه باعث نگرانی و تشویش و استراب بشه. ولی به طور کلی اگر ما توجه بکنیم میبینیم که تمام این مکالمات ذهنی ما که باعث استرس و ناراحتی میشه یا یه سری افکاره که در مورد گذشته است و یا یه سری افکاری که در مورد آینده است. خب اونایی که در مورد گذشته است، یه اتفاقی افتاده، یه شخص یه چیزی به ما گفته، یه کاری کرده و یا هر چی که به ما یک سری احساسات منفی میده. بله. مثل حسد. بله. حسد میدونی یعنی چی؟ بله. اوکی. مثل کینه، نفرت. بله. پشیمانی. درست. و به هر حال سرزنش و اینا همه میتونه باعث بشه که ما استرس بهمون ده. و همش هم در زمان گذشته است. درست. همش داریم در لحظه نیستی. مثلا میتونستم چیکار بکنم و موقع آفرین. چی میتونستم خوب بود این کارو میکردم، کاش اونو میگفتم، کاش اینو چرا این کارو با من کرد، چرا تر خب بله. و یه سری افکار راجع به آینده است و نگرانی و استراب و تشویش میاره به خاطر اینکه میگیم خب حالا فردا چی میشه، همش نگرانیم که فردای ما چی میشه. آره من یه دونه از اون آدم که همیشه نگران فردا. دقیقاً. خب ببین این باعث میشه که ما چیکار کنیم، در لحظه نباشیم. و وقتی که در لحظه نباشیم یا در گذشته ایم و یا در آینده و درست مثل اینه که شما داری رانندگی میکنی و به جای اینکه جلوی تو ببینی بالای کوها رو میبینی و همچنین توی آینه عقب رو داری نگاه میکنی، خب اگر همینجور ادامه بدی چی میشه؟ حواست پرت میشه، میزنی به درخت. حالا اگه درختی باشه یا هرچی باشه قرار از جاده خارج میشه، هم از مسیر خارج میشه. پس ما باید سعی کنیم که در لحظه زندگی کنیم. بله. و در هر موقعی که ما بتونیم خودمون رو توی لحظه بیاریم دیگه استرس نداریم. هیچ وقت لحظه و زمان حال به ما استرس نمیتونه بده. استرس در زمان حال نمیتونه وجود داشته باشه. شما یه مثالی زدین که برای من خیلی جالب بود. گفتین زندگی مثل یه اسب سواری. بله. اگه اینا رو بذاری دقیقا. و خب بله. گفتم که ما وقتی که وارد این کره خاکی میشیم که ما به صورت یه خب به هر حال وجود اصلی ما هستیم، یه بدن و یه ذهن و یه سری احساسات به ما تعلق داده میشه و بدن ما مثل یک خود ما که خب خود وجود اصلیمون عرابه رانه، بدن ما رو تشبیه کنیم به یک عرابه، خود عرابه و فرض کنیم 5 تا اسب هم داره این عرابه رو میرونه، اون 5 تا حواس ما هستن، حس های پنجگانه هستن و احساسات ما هستن. بله. حالا همه اینو چی داره میرونه؟ دستت گرفته. این چی میشه؟ اسمش چیه؟ افسار. افسار. افسار یعنی رین. خب بله. این افسار اگر بستگی به این که ما این افسار رو چگونه کنترلش کنیم، چگونه ذهنه. اون افسار ذهنه. بله. و خیلی مهمه که ما بتونیم، چون ما میتونیم قدرتی داریم که ذهنمون رو تحت کنترل خودمون در بیاریم و بتونیم تصمیم بگیریم که افکاری که در ذهن ما رخ میده چی باشه و این افکار رو یه جور به ما بگین که ما میتونیم از این افکار در بیاییم. خب یه راه، یکی از بهترین راهاش اینه که خودتو از وجودت یه مقدار بیاری به صورت ابجکتیو نگاه بکنی، به صورت کسی که داره از دور نگاه میکنه نگاه کنی. بله. درست مثل که داری یه فیلم میبینی. بله. مثلا. بله. و یعنی به جای این که سابجکتیو نگاه بکنی ابجکتیو نگاه میکنی به همه چی. بله. و وقتی اونجوری نگاه کنی خیلی آگاهانه تر میتونی تصمیم بگیری که چیکار کنی. تنفس های عمیق یکی از بهترین راه هاست. من فکر کنم جلوی دوربین نبود ولی خارج از دوربین یه مثال زدم برای شما که اگر ما بتونیم دو تا چیز رو از بچه های خیلی کوچیک بیبی ها بله. یاد بگیریم خیلی خوبه. بله گفتین یه جونش بود نفس، یکیش نفس کشیدنه که واقعا نفس کشیدن و تنفس درست و بچه های خیلی بیبی 5-6 ماهه میکنن، یکیش هم در لحظه زندگی کردن. بله. پس خیلی بهتره که چون این برنامه داره تمام میشه بریم هرچی بچه کوچیکه نگاه کنیم ببینیم چقدر اینا در لحظه‌ن و از اونا یاد بگیریم و ببینیم تنفساشون چجوریه از طریق دیافراگم و شکمیه و میبینیم که بله. چقدر فرق داره با بله. تنفسی که ما الان میکنیم. و بالاخره رین چی بود؟ افسار دست ماه و ما میتونیم تصمیم بگیریم چقدر بکنیم. دقیقا.
یه کلمه فارسی هم یاد گرفتید دوباره. مرسی دکتر حبان. دکتر خوبان، ما همیشه ازش چیزای خیلی خوب یاد میگیریم. خواهش میکنم.